سومین عطف رو بررسی میکنیم، عطف قائم. اگر شما تابع FX دون یه تابع پیوسته بود ولی نمودار مشتق شما یک مجانب قائم داشت در همون نقطه که تابع پیوسته است و هر دو شاخه افریم یا بره به سمت مثبت بی‌نهایت یا هر دو شاخه بیاد به سمت منفی بی‌نهایت، اون نقطه عطف قائم در تابع اصلی است. منظورمو نگاه کنید، فرض کنید میدونین تابع اف تو این نقطه پیوسته است و نمودار افریم من به شما میدم، منعنی شما داره دو شاخه افریم رو به سمت مثبت بی‌نهایت میره، یعنی افریم مثبت، اف در اون نقطه صعودی. عطف قائم چیز باید مماس بر منحنی تو نقطه عطف موازی محور ایگرگا باشه و تابع اف هم تو نقطه صعودی باشه. ببینید هم میتونی جهت تقاعرا رو پیدا کنی، هم میتونی بگی آقا من تو این حالت تابم صعود داره میکنه، نمودار اف در عطف قائم که صعودی باشه فقط همین یه حالته، دو شاخش هم داره میره بالا، نخواست برای جهت تقاعر هم میتونی بری. این جهت تقاعرش باید رو به پایین باشه، نگاه کنی عبارت همون دونه دونه پیدا میکنه، یعنی مماس بر افریمو برایت میبینی آقا مماس شیبش مثبت تقاعر رو به بالا، شیبش منفی تقاعر رو به پایین، کاملا مطابقت داره با این. ولی عطف قائم در تابع اصلی دو حالته، یا صعودی گونه است یا نزولی گونه. اگه دو شاخه بره به سمت بالا و مثبت باشه مدل صعودیشه و اگه هر دو شاخه بیاد پایین مدل نزولیشه. بعدی همینطوریه، هر دو شاخه به سمت پایین داره حرکت میکنه، پس تابع افریم مقادیر منفی داره، اف نزولیه. عطف قائم نزولیتون چگونه میشه؟ اگر نگاه کنید به این صورت عطف قائم نزولی رو در این نقطه میده، جهت تقاعر نگاه کن رو به پایین، جهت تقاعر مماس بر افریم اف زگون رو برای شما توی مشخص میکنه. پس من سه تا حالت عطف پیدا کردم که چجوری از رو اف بریم به اف نقاط عطف برسیم. ولی ما نقاط بیشتری رو داریم، از جمله نقطه گوشه یا همون زاویه دار. چگونه میتونم از نمودار اف بریم بفهمم این نقطه گوشه در تابع اصلیه؟ با شرط اینکه تابع اف ایکس هم تو نقطه پیوسته باشه ولی نمودار اف بریم هم در آن نقطه ناپیوستگی پرشی داشته باشه، آن نقطه نقطه گوشه در اف. نگاه کنید مثلا اینجا یه پرش رخ داده، نمودار افریم ولی تابع اصلی میدونم تابع هم پیوسته است، این نقطه در واقع یک نقطه گوشه برای تابع اصلیه. حتی میتونم بفهم آقا گوشم مینیمومیه یا ماکسیمومیه یا نه در حال صعوده یا در حال نزوله. میتونم کارا رو به این صورت انجام بدم، مماس بر نمودار افریم رسم کنم، اف زگوند رو میده، جهت تقاعر رو به بالاست، مماس بر اف ام رسم میکنم، اف زگوند شیبش منفیه پس تقاعر رو به پایین هستش. بر اساس این مسئله اینور زیر محورا منفی، اینور بالا محورا مثبت، منفی مثبت مینیمومیه، پس اینجا مینیموم داد، تقاعر اینور رو به بالا سمت چپ، سمت راست رو به پایین. شکل رو رسم کردم، ببین تقاعرها رو مشخص میکنم، یعنی یه شکستگی به این صورت برای افتون اتفاق میفته. یا مثلا در شکل بعدی ببینید، ممکنه اصلا هر دو شاخه ناپیوسته پرش رخ داده، هر دو بالای محور باشه، یعنی دو طرف این نقطه تا افری مثبته، پس اف هم تو نقطه گوشه در دو طرف نقطه گوشه صعود داره میکنه. میای اینجا به این صورت عمل میکنی، مماس بعدی رو رسم میکنه، آقا میگه اف سکندم مثبته تا رو به بالا، تابع در حال صعوده، نگاه کن تابع در حال صعوده، اینجا باز مماس رو هست که بکنیم میبینی اف سکند تو مثبته، باز تا رو به بالا، تقاعر دو طرف رو به بالا و میبینی اینجا نقطه شکستگی رخ داد، پس این نقطه نقطه گوشه است. پس ما هرگاه در تابع نمودار مشتقمون ناپیوستگی پرشی داشتیم به شرطی که تابع در نقطه پیوسته باشه به اون نقطه نقطه گوشه میدن، میتونیم بر اساس موقعیتش شکلش هم به راحتی رسم کنیم. نقطه بعدی نقطه بازگشتی، ما چگونه میتونیم بفهمیم این نمودار افریم رسم شده، این نقطه نقطه بازگشتی در تابع اصلی هستش. باز با فرض اینکه تابع افکس هم تو نقطه پیوسته باشه، اگر نمودار افریم در آن نقطه یک مجانب قائم بده در حالی که در اون نقطه تابع اصلی پیوسته است و مجانب قائم نداره، ولی نمودار مشتق در اون نقطه یک مجانب قائم بده که یک شاخه به سمت مثبت بیناید و شاخه سمت دیگرش به سمت منفی بیناید میل کنه، آن نقطه نقطه بازگشتی در تابع اصلی است. دو حالت هم بیشتر اتفاق نمیفته، حالت اول سمت چپش
اف پریم به سمت مثبت بیناید، سمت راستش به سمت منفی بیناید. بالا محور مثبت، پایین محور منفی، یعنی سمت راست چپ مثبت، سمت راست منفی. پس میتونم بگم آقا مثبت منفی حکم ماکسیموم رو داشت، نمودارش به این صورت میشد دیگه، ماکسیموم داریم، پس یک بازگشتی ماکسیمومی خواهد بود، چون دو حالت که میشن این مثبت منفی ها علامت افرمو دارن برای شما مشخص میکنم که ماکسیمومی به شما میده. ببینید یه حالت ماکسیمومی، یعنی نقطه بازگشتی من به این صورت خواهد شد، اینم خط مماس قائم در این نقطه است. یا حالت دیگه ممکن رخ بده، ممکنه بالعکس اون باشه، سمت چپ بره به سمت منفی بی‌نهایت نمودار فریم، سمت راست به سمت مثبت بی‌نهایت میل کنه، یعنی سمت چپ منفی باشه، سمت راست مقدار فریم مثبت باشه، نزولی صعودی میشه در تابع اصلی، حکم مینیمم رو داره. پس شکلمون باید بازگشته مینیمم شه، نه پایین بیاد بالا. ببینید چنین شکل رو به شما خواهد داد و این نقطه نقطه بازگشتی هستش. ببین من نقاط رو بررسی کردم، نقاط خاصی که رو تابع است به کمک نمودار مشتق. حالا میتونیم توابع مختلف رو، ارتباط بین اف فریم رو ببینیم. مثال ببینید، شکل مقابل نمودار تابع اف است. تابع اف چند نقطه عطف دارد و چند نقطه اکسترموم نسبی دارد. ببین تابع ما چند تا نقطه عطف داره و چند نقطه اکسترموم نسبی، این قاعده رو داریم. ما میام به شکل نگاه میکنیم، هر جا نمودار افری محور ایکس رو قطع و عبور کنه اکسترموم، خب قطعا این دو نقطه اکسترموم. هرگاه نمودار افری دارای مینیمم یا ماکسیمم بود، به طوری که بالای محور یا پایین محور ایکس یا مماس بر محور ایکس باشه، خب پس این سه تا نقطه عطفه. پس با یه نگاه گفتیم، ولی حالا من بررسی دقیق تر براتون میکنم. این نقطه اکسترمومه، نوعش هم میتونیم تعیین کنیم، سمت چپ بالای محور افری مثبته، سمت راستش زیر محور منفیه، مثبت به منفی ماکسیمم رو به شما میده، پس این نقطه ماکس. یا این نقطه رو شما نگاه کنید، این نقطه عطفه، عطف مایل هم هستش. این نقطه رو باز شما نگاه کنید، عطف افقیه، چون بر محور ایکس مماس شده اکسترموممون، عطف افقی در تابع اصلی. این نقطه رو باز نگاه کنید، این نقطه یک مینیمم در افریمه، پس یک عطف مایل در تابع اصلی میشه. این نقطه رو شما ببینید، محل تلاقی افریم و محور ایکس ها در حقیقت اکسترموم، سمت چپش منفی زیر محور، سمت راستش مثبت منفی به مثبت مینیمومه، یعنی در تابع اصلی نقطه مینیمومه. پس نمودار اف دو اکسترموم موضعی و سه نقطه عطف داره. مثال بعدی ببینید، قبل از که مثال بعدی، من نمودار اف هم براتون رسم کردم. ببینید در این حالت اگر نگاه کنید، اینجا همون نقطه ماکسیمومه، قبل اگه برگردید ببینید اینجا اول یه ماکس داریم، یه عطف مایل، یه عطف افقی، یه عطف مایل، از چپ به راست دارم میگم، یه دونه چی اینجا نقطه داریم مینیمم. ببینید رو نمودار افمون همین اول یه ماکسیمم، یه عطف مایل، همینطور عبارت شما میاد اینجا یه عطف افقیه، یه عطف مایل، دوباره اینجا مینیمم به شما میده و به این ترتیب ارتباط نمودار اف و اف فریم رو تونستیم ترسیم کنیم. این ماکسیمومتون، عطف مایلتون، عطف افقیتون، عطف مایلتون و نمودار اف، یعنی اینجا مینیمومتون، یعنی تمام حالتامون ترسیم شد و تونستیم نمودار اف رو به کمک نمودار اف فریم ترسیم کنیم.